دوستان روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از مالمو همراه ما هستند از همین حضور دهها پرستار در مسلای شهر کرد شروع بکنیم میدونیم که در هفته های گذشته پرستاران از هر فرصتی برای بیان مطالباتشون استفاده کردن اونم با وجود همه تهدیدهای امنیتی که دربارهشون وجود داشته و تا امروز هم ادامه داره بیشتر درباره پیگیری مطالبات این قشر از جامعه به ما بگید درود بر شما الان سه هفته میشه که اعتصابات پرستاران شروع شده دست کم در بیش از 36 شهر میدونیم که همچین اعتراضاتی وجود داشته بیمارستان های بسیار بزرگ به این اعتصابات پیوستن در نوع خودش میشه گفت که یکی از بیسابقه ترین اعتراضات سنفی پرستاران در ایران هست که خب دایرش هر روز هم گسترده تر میشه همزمان خب پرستاران تلاش کردن که این اعتصابات و و خودشون رو در محدوده اون چیزی که قانونی تلقی میشه و مسالمت آمیزه نگه دارن مطالباتشون کاملا به شکل سنفی بیان شده مشخص هست خواسته هاشون اما در عین حال میبینیم که همچنان جمهوری اسلامی خلاف اون چیزی که ادعا میکنه برخوردها رو مطالبات رو خودش به مسیر دیگری میکشونه یعنی همین بازداشت و دستگیری پرستاران فعالان سنفی نشون دهنده این هست که به جای اینکه تلاش بکنه به مطالبات از راه های مذاکره و در واقع پاسخگویی جواب بده داره در مسیر رو به یک سمت میبره که در نهایت این پرستاران رو سرکوب بکنه این مذاکره در واقع اعتصابات رو هم مثل سایر اعتصابات سنفی و معیشتی به هاشیه بکشونه و بعد به بهانه امنیتی بودن کلا در واقع جلوی تحقق اون مطالبات رو بگیره همین بخورت های امنیتی میدونیم که تقریبا یک رویه درباره هر اعتراضی که در ایران از سوی هر سنفی که انجام میشه اما این بار چقدر میتونه پاسخگوی نیاز و مطالبه قشری باشه که اتفاقا با سلامت مردم سر و کار دارن به طور مستقیم من اجازه میخوام به یک نکته اشاره بکنم که فکر میکنم هرچه که داره از این اعتصابات میگذره بیشتر اهمیت پیدا میکنه و پررنگتر میشه و اون این هست که وقتی یک قشر حساس که شغل بسیار مهم میدارن و با سلامت مردم سر و کار دارن به این شکل گسترده در حال اعتصاب و اعتراض هستن قطعا تاثیر خودش رو اولین جایی که میگذاره در محیط های درمانی و بیمارستان ها و کلینیک هاست و در صورتی این اعتصابات ادامه پیدا بکنه همین الان هم البته این اتفاق افتاده کمبود نیروی پرستاری و مراقبتی باعث میشه که بسیاری از اعمال ضروری و خدمات اولیه که لازم هست به بیماران داده بشه به مردم داده بشه موعوق بشن کنسل بشن عقب بیفتن همه اینها هزینه گذافی رو داره تحمیل میکنه به سیستم درمانی ایران و به ویژه به حقوق شهروندان برای دسترسی به نظام سالم سلامت و سریع خب اگر جمهوری اسلامی نگران وضعیت شهروندان خودش باشه باید تلاش بکنه که این در واقع مذاکرات خودش رو با پرستاران آغاز بکنه دم دم شروع به چانه زنی بکنه مطالبات رو پاسخ بده تا این قش بتونن سر کار خودشون برگردن فکر میکنم که در دنیا کم سابقه و بی سابقه باشه که یک همچین گروه که هفته ها دست به اعتصاب و اعتراض بزنن و با این سردی و کندی باهاشون برخورد بشه اون هم یک همچین طبقه ای که همونطور که گفتم با حقوق اولیه سلامت شهروندان در ارتباط متشکرم نعیمه دوستا روزنامه نگار و فعال حقوق زنان مالمو سوئد